رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در یک گفتگو با شبکه CNN تصمیم تازه امارت اسلامی درباره ممنوعیت فعالیت آرایشگران زن در افغانستان را نقض حقوق بنیادی بانوان و اقدام کمپیشینه در جهان خوانده است. این اقدام بی‌پیشینه است و واقعاً بل بیش از 28 میلیون زن و مرد که به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند تاثیر می‌گذارد. اکنون در افغانستان ممنوعیت وجود دارد که از 24 دسامبر برای زنان شاغل در سازمان‌های بشردوستانه اعمال شده است. واقعاً یک ضربه اقتصادی خیلی محکم به خانواده وارد میشه. یک خانمی که در سه کار و فعالیت بیرون از خانه مشغول هست، هر کسی به نوعی خود یک مشکلی توی خانواده داره. کسایی هستن که بی سرپرست هستن، کسایی هستن که شوهرشان توانایی کار ندارن یا مثلا مریض هستن. بسته شدن سالن‌های زیبایی، آرایشگاه‌ها در افغانستان ضربه دیگری به حقوق زنان و تلاش بیشتر برای حذف آنان از زندگی عمومی است. زنان باید در آینده افغانستان شامل باشند. بانو لبرانی می‌افزاید که وضع محدودیت‌های پسین بر بانوان افغانستان سبب افزایش خودکشی‌ها در میان دختران و چالش‌های روحی و روانی بر آنان شده است. این مقام سازمان ملل همچنین تأکید می‌کند که به پشتیبانی از زنان افغانستان ادامه خواهند داد. من اخیراً در افغانستان بودم و با زنان صحبت میکردم و از آنان شنیدم که این ممنوعیت ها چی تأثیری بر خانواده ها دارد. زنانی هستند که قرار بود تحصیلات خود را در بخش پزشکی تمام کنند و مدارک تحصیلی که اکنون برای آنان داده نمی شود، همه و همه باعث کمبود هزاران کارمند پزشکی از افغانستان شده است. همزمان با این، رئیس جمهور پیشین کشور در کنفرانس ویدیویی با آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان درباره تامین حقوق زنان به ویژه مسئله آموزش و تحصیل گفتگو کرده است. آلمان دمرست و پرتبار تینگار بشه و همدارنگ دین جنو و مخبانده دی مکاتب و پانتنو دی خلاص دو چه و حیاتی مسئله ده هم خبر ترسره شده. بر بنیاد دستور شفاهی رهبر امارت اسلامی، روز دوشنبه هفته گذشته فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در کابل و ولایت‌های کشور منع شد. به دنبال آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر علت دستور منع کار بانوان در آرایشگاه‌ها را مشکلات اقتصادی مردم و قوانین شرعی گفته است.